داخل این ویدیو میخوام چند تا ترفند فوق‌العاده حرفه‌ای و باحال از گوشی‌های آیفون بهتون بگم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ این چند تا ترفند آیفونی رو حتما یادتون باشه. بزن بریم شروع کنیم. اولین ترفندی که میخوام بهتون معرفی کنم اینه که میخوایم مقیاس رنگی گوشی رو تغییرش بدیم. خیلی ساده تر بخوام بهتون بگم، میخوایم سیاه‌سفید کنیم، کل رنگ‌های گوشی رو ازش بگیریم. حالا این کجاها برای ما کاربردی باشه؟ شاید به نظر خیلیاتون کار احمقانه ای باشه. خیلی از وقتا به درد ما میخوره، از اونجایی که باعث میشه چشم ما اذیت نشه. موقعی که میخوایم مطالعه کنیم با گوشیتون خیلی کاربردیه. تو طول شب هم توی یه سری از نرم افزارهای این چنینی مثل PDF ها رو وقتی میخوایم مطالعه کنید به شدت به شما کمک میکنه. حالا این آپشن رو از کجا فعالش کنید؟ باید برید توی قسمت تنظیمات گوشی آیفونتون و گزینه کالر فیلتر رو جستجو کنید یا انتخابش کنید. از قسمت اکسسیبیلیتی میتونید توی قسمت دیسپلی اند تکست برین و از اونجا هم میتونید این قسمت رو بیارید. کالر فیلتر رو انتخاب کنید، کل تصویر گوشی شما سیاه‌سفید شد. یه ویژگی باحالی که توی همه گوشی‌ها وجود داره، چه اندرویدی چه آیفونی، همین قابلیت بک‌تپه که دو بار یا سه بار پشت گوشی بزنین چه کارهایی برای شما انجام میده. برای کسایی که عاشق شورت‌کاتن و دوست دارن کارهای روزمره‌شون رو خیلی ساده‌تر و یه سری از کارها رو ساده‌تر انجام بدن، این ویژگی خیلی کمک میکنه. حالا این قابلیت رو از کجا فعالش کنیم؟ باید برین توی قسمت تنظیمات، قسمت اکسسیبیلیتی، قسمت تاچ. آخرین گزینه نوشته بک‌تپ. این گزینه رو وقتی بزنین دو تا گزینه داریم، دابل تریپل. دابل همون دو بار پشت سر هم زدنه و تریپل هم که همون سه بار پشت گوشی بزنین چه اتفاقایی بیفته. شما میتونید چیزهای مختلف رو اینجا ست کنید. از فعال شدن برنامه‌های سیستمی مثل سیری، تنظیمات یا کنترل سنتر که بیاد به قسمت پایین، تا نرم افزارهای نصبی رو میتونید با کمک این قسمت ست کنید. اگه گوشی اندرویدی یا آیفونی دارین این ترفند خیلی بهتون کمک میکنه. دلیلی نداره به نظر من بیشتر از دو تا صفحه توی گوشیتون داشته باشید که زیاد سردرگم بشه، هی بگردین دنبال برنامه هاتون. من خودم به شخصه همین کار رو انجام دادم، دو تا صفحه نهایت توی گوشی خودم دارم، اما البته گوشی من اندرویدیه. اما توی گوشی های آیفون شما روی همون والپیپرتون نگه دارین، روی همون صفحه نمایشگرتون نگه دارین و میتونین صفحه های اضافی رو پاکش کنین. بعد از اینکه صفحه های اضافی رو پاک کردین، دوبار که به سمت راست بکشین میبینین که خود آیفون با ویژگی اپ لایبرلی اومده نرم افزار مرتبط به همون کنار هم دیگه قرار داره. همچنین هم میتونین سرچ کنین، میتونین انگشتتون رو به سمت بالا بکشین توی همون منوی اصلی و سرچ کنین اون نرم افزاری که دوست دارین رو خیلی سریعتر پیداش کنین. قسمت بعدی خیلی کاربردیه توی آیفونا، بخش ویژت های. روی یه دونه از اون ویژت هاتون نگه دارین، از اون قسمت بالا سمت چپ دکمه به اضافه اومده، روی اون وقتی بزنین میتونین ویژت های جدیدتر اضافه کنین. یه ویژت خیلی باحال اونجا قرار داره که بر اساس نرم افزاری که استفاده کردین میاد 8 تا از نرم افزار پر کاربردتون رو اونجا قرار داده که میتونین به صفحه اصلی اضافه کنین. همچنین من دیدم یه سری افراد میان مثلا بسته حالا به اون استفاده که از گوشی دارن، قیمت دلار رو میان قرار میدن، نمیدونم هواشناسی رو قرار میدن، تقویم رو قرار میدن، بسته به اون نوع کاراییتون میتونید از این ویژت ها توی صفحه اصلیتون بذارین که اینم بازم کمک میکنه که شما سریعتر به اون نتیجه دلخواهتون برسین و اون اطلاعاتی رو که دارین سریعتر پیداش کنین. بریم سراغ قسمت فوکس مود. توی قسمت تنظیمات اگه گزینه فوکس یا همون فوکوس رو بزنین، اونجا چند تا ویژگی دارین. میتونین توی حالت‌های مختلف یه سری نوتیفیکیشن‌ها رو شخصی سازی کنین، یه سری قابلیت‌ها رو فعالش کنین که اونجا چند تا مثال برای شما قرار داده. یکی برای حالت رانندگی، برای حالت ورزشه، یا برای حالت مثلا کارهایی که دارین انجام میدی. مثالشو براتون بزنم که خیلی کاربردی براتون جا بیفته. شما مثلا دارین یه کاری رو انجام میدین، توی این وضعیت فقط دوست دارین که نوتیفیکیشن از اپلیکیشن تماس‌ها و یا پیامک‌هاتون دریافت کنین و دوست ندارین دیگه هیچ نوتیفیکیشنی رو دریافت کنین. از داخل همون قسمت حالت ورک اوت میرین و میتونین نوتیفیکیشن‌ها رو شخصی سازی کنین که دیگه هیچ چیزی رو دریافت نکنین. حتی میتونین یه سری ویژگی‌های دیگه هم مثل حالت لو پاور مود یا یه سری همچین ویژگی‌هایی رو فعال کنین. مثلا برای خوابتون شما دوست دارین بازم همچین چیزی داشته باشین، در کنارش اگه مثلا پیامی از تلگرام هم داشته باشین براتون بیاد که میتونین بازم اینا رو شخصی سازی کنین و کلی دستتون باز. آخرین ویژگی که فوق‌العاده است توی آیفون هم میخوام بهتون معرفی کنم، یه ویژگی باحاله. اپ شورتکات رو اگه باز کنین شما میبینین خیلی آپشن دارین. برای کسایی که عاشق شورتکات هم مثل من، این اپ
فوق‌العاده است. این هم به شما کمک میکنه یه سری شخصی سازی های باحال انجام بدید. یه مثالشو براتون بزنم. مثلا شما یه هدفونی دارین که دوست دارین وقتی به گوشیتون متصل میشه صداش بره رو 50% یا روی 30% بره. شما میتونید با کمک همین اپ شورتکات تنظیم کنید. اگه ایرپاد هم به گوشی متصل شد سری ولومو بیار روی 50% و یه سری همچین کارهای شما میتونید باهاش انجام بدید. که مثلا این حالتی اگر این کار انجام شد با گوشی، مثلا اگه دکمه فلان دکمه رو نگه داشتم گوشی بیاد خودش به صورت اتوماتیک یه کاری رو انجام بده. مثالش رو اگه برین تو این اپ کار کنین میبینین که خیلی از کاراتون رو میتونین راحت تر با کمک این اپ انجام بده. رفقا اینم از معرفی چند تا ترفند فوق‌العاده از گوشی‌های آیفون. شما هم اگه ترفند بهتری میشناسین و چیزای باحال توی رابطه کاربری دیدین حتما توی قسمت کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارید.